یکی از مهمترین فعلها در هر زبان فعل خواستن هست و جملاتی که در واقع با خواستن میسازیم، مثلا میخوام برم، میخوام انگلیسی یاد بگیرم، میخوام مسافرت کنم و غیره، اینو چطور ما در زبان ترکی باید بیان کنیم؟ دقت بفرمایید، فعل خواستن در زبان ترکی استمک هست. استمک به معنی خواستن هست. خب طبیعتاً اگه بخوایم صرفش کنیم در زمان حال استیوروم، استیورسون، استیور و استیوروز، استیورسونوز، استیورلار هست به این صورت، یعنی میخواهم، میخوای، میخواهد و غیره. و در زمان گذشته هم اگه بخوایم صرفش کنیم استدین، یعنی خواستم، استدین خواستی، استدی یعنی خواست، استدیک خواستیم، استدینیز خواستید و استدیلر خواستند. خب اما چطور باید جمله بسازیم با فعل خواستن؟ دوستان کافیه که همونطور که مشاهده میفرمایید اون عملی که میخوایم انجام بدیم، هر عملی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، عمل رفتن باشه، گفتن باشه، نوشتن باشه، اون رو خب میدونیم که فعل باید آخر جمله باشه، اون رو به صورت ساده، به صورت همون مصدری و دست نخورده بیاریم و به دنبالش فعل استمک رو صرف کنیم. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، فعل باید آخر جمله باشه، این رو که میدونیم. خب برای اینکه بگیم فلان عمل رو میخوام انجام بدم، حالا میخواد نوشتن باشه، گفتن یا هر چیز دیگه، اون فعل رو، هر فعلی که باشه، نوشتن، گفتن، رفتن یا هر چیز دیگه رو به شکل مصدری و ساده و دست نخورده میاریم آخر جمله میذاریم و فعل استمک رو بسته به شخصی که هست، حالا من، تو، او، صرف میکنیم. خب مثال رو دقت بفرمایید کاملا متوجه بشین. مثلا میخوام بگیم میخوام یک خانه بخرم. خب اینجوری میشه که یک خانه، بعد خریدن رو میاریم، فعل خریدن به شکل ساده و همون مصدری در واقع، و آخرش میخواهم رو میگیم، یعنی فعل خواستن میخواهم، میخوای یا هر چیزی که باشه بعد بره دقیقا آخرین قسمت جمله. پس اینجوری میشه یک خانه، بعد خریدن و بعد میخواهم. یک خانه بیر اف، خریدن آلماک و میخواهم استیوروم. بیر اف آلماک استیوروم یا بن رو هم خب میتونیم اول بیاریم، بن بیر اف آلماک استیوروم، بن بیر اف آلماک استیوروم. اگه بخوایم به فارسی معنی کنیم اینجوری میشه دقیقا به صورت تحت و لفظی، من یک خانه خریدن میخواهم، یعنی من میخوام یک خانه بخرم. همونطور که عرض کردم خدمتتون توی مثال هم دقیقا میبینید آخر جمله اول بعد فعل عملی که میخوام انجام بدیم و بعد خواستن رو صرف کنیم آخر. یا مثال بعد تو میخواهی درس بخوانی. خب باز ترتیب جمله اینجوری میشه تو درس خواندن میخواهی، یعنی سن اکوماک به شکل مصدری آوردیم، سن اکوماک، خب میخواهی یعنی استیور سون، سن اکوماک استیور سون. دوستم میخواهد استراحت کند. خب استراحت کردن دوستان دین لن مک هست، دین لن مک یعنی استراحت کردن. دوستم استراحت کردن میخواهد، یعنی آرکاداشم دین لن مک میخواهد استیور، آرکاداشم دین لن مک استیور. آنها میخواهند یک اتاق اجاره کنند. خب دوستان اجاره کردن کیرالامک هست، یا در واقع همون کرایه کردن، کیرا به معنی کرایه یا اجاره است و کیرالامک یعنی کرایه کردن. آنها میخواهند یک اتاق اجاره کنند. پس اونلار بیر اودا، آنها یک اتاق کرایه کردن میخواهند. اینجوری میشه اونلار بیر اودا کیرالامک میخواهند استیور لار. ببینید کیرالامک فعلمون رو آخر جمله میاریم و بعدش به دنبالش میخواهند. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.